کیمیایی کردن محبت کردن تشبه بردن منت داشتن سر ما. خیلی ممنون، سکوت و لطفا حفظ بکنید. بفرمایید. دوری رفت. نه خوب، قبل از اینکه خیلی ممنون. قرار بود با یه فیلم مستند بسازیم از میبریم تو قحطی که سال گذشته توی سومالی پیش اومد. همه اینجوری که رفتیم دنبال تحقیقاتش و با اتفاقاتی برخوردم که بالاخره این اتفاقات خودشون میتونه سامیده ساز و وسوسه انگیز باشه برای یه فیلم سینمایی. میدونستم کار سختیه چون یک جای ناشناخته میری، مثل آدم های کار میکنی که شناخت ازشون در حد دیدن گزارش و خبر بوده در طول سالها و حالا رفتن توی محیط با همه خطراتی که احساس میکردی و همه کمبودهایی که احساس میکردی. اما فکر کردم که اگر این ریسک رو بکنم و این دوربینم رو بیارم توی فضا شاید بشه یک کاری کار کرد که تجربه جدیدی باشه. فکر میکنم اولین پروژه سینمایی جدی ایران باشه در افریقا. شرایط خاصی که در سومالی برقراره، دوباره یه آلترناتیوی بودیم که بتونیم با توجه به وجود موقعیت جغرافیایی و همینطور استایل مردمی که هستن یه جایی رو شبیه سومالی پیدا کنیم که نزدیکترین و سیفترین جا کنیا شد. تحقیقات زیادی که کردیم دیدیم که برای بخش موگادیشو داخل شهر مومباسا نزدیکترین انتخاب به موگادیشو هستش. پیدا کردن یک خونه توی مومباسا خودش یه پروژه خیلی عظیم بود. ما در هر خونه‌ای رو می‌زدیم به دلیل اینکه خارجی بودیم و ما رو نمی‌شناختن خیلی سخت بود اعتماد رو جلب کردن. یک فیلم در آفریقا، اونم در کنیا، به هر حال اومدن در اینجا هیجان انگیز بود. اونم از کارگردانی که فیلم اولش رو دوست داشتم به اسم خاموشی دریا. بعد فیلمنامه رو که خوندم دیدم که خوبه. آقای موساییان کارگردانیه که هر گامی که گذاشته به جلو گذاشته. آقای موساییان پیشینه مستندسازی دارند، زمینه مستندگونه رو سعی میکنند که حفظ کنند که فیلمه چیز داشته باشه، نگاه عمیق‌تر و جدی‌تری نسبت به کشور سومالی داشته باشه. اکشن. اوکی. یو نو، آبی.
please translate for him. If you can't do this, we must change you. We must change you. No, but you can get it. Change. No, please, please. No, no, no. I have not time. خیلی به ما به باورپذیری فیلم کمک میکنه. امیدوارم همین رئالیتی تا انتها پیش بره و یه جورایی فکر میکنم ما بازیگر باید فقط تمام تلاشمون رو بکنیم که خودمون رو همراه کنیم با آدمایی که در واقع نقش خودشون رو دارن بازی میکنن. پروشت قیمه میخوان، ما رفتیم اینجا لک قیمه گرفتیم. این فروش آماده ها سیاه تشکر. نه نه درست کردیم آقا، دیگه آبرو ما رو نبریم دیگه. خواهش نگاه کنیم ببینی چی شد. فقط الان یه توپ پینگ پونگ میخواد به جای لیمو امانی. آره فقط به جای لیمو امانی. لیمو امانی اینجا پیدا میشه؟ نه چون اینجا لیمو امانی من ندیدم. انشالله که بتونیم یه غذای خوب حالا برای صحنه درست کنیم. بیلی ممنون. حالا این یاوی لیموامانی از کجا پیدا کرده؟ خانم اینجا همه چی گیر میان. دکتر اینقدر پوستشو کلوف نگیر. نمکش کمه. کنال بعد خانم کلواتی. صدا؟ بله. بریم بچه ها. من میگم. اجازه بدید سنو آماده شه. بریم. برو لیمو امانی کجا پیدا کرده؟ خانم اینجا همه چی گیر میاد. فیلم چهارمی هست که با وحید کار میکنه. این فیلم چهارم هم انشالله به سلامتی تموم میشه. صدا رفت. در اصل داریم بالا پشتمونه یه خونه داریم میگیریم که لوکیشن هلال احمرمون بود. بیرونش رو نشون میدیم که جمعیتی از سومالیایی ها نشستن و منتظر غذا هن و با سکوت کامل باشه توی بیابون و صحرا. یعنی قشنگ باید سکوت باشه تو سکانس. ولی ما متاسفانه مثلا اون سکانس که میگرفتیم داخل چادر پر از کلاغ بود. کلاغا میمونن قار قار. راکوردش حفظ کرده بودن کلاغ. گفتم تو خدای لوکیشنی گیر بیارین که تو این کشور کلاغ نباشه. از دوستان خواهش کردیم که با تیر کمون بزنن کلاغا یه ذره دور شن از ما. بچه ساکت امیر جان بزن اون کلاغا رو. خب من موقعی که فیلمو برای خوندم فکر کردم که چرا که نه. توی این بحرانی که الان سینمای ایران خیلی موضوعای بیخاصیت و اینهایی رو میسازه و بودم بالا شاید الان توی این موقع این فیلم بی‌آبرویی نباشه. من فکر کردم این کار به هر حال انسان رو در نظر داره. اصلا اینه که بهش بری صد بار بهت گفتمش اصلا اینه نده. No gun. Don't do that. Don't do that. Please go, Hassan. He's a child. اسم این شخصیت رو اصلا محب گذاشتن. محب که یه شخصیتیه که جدن در جد زنگباری هست یا به قول خود زنگباری یا زنجیباری زنجیبار. Rahel Awi. Song. Rolling. کامرا کجا پر میگردم آقای Bye.
5 دقیقه بیشتر نمیتونم. اون باسا رو نبستم تو فیلم که بستم. اکشن! برید کنار! برید کنار! بودو بودو! برو کنار! دوربین! رفت! حرکت! دیپیدنی! خانم افراسیابی، خیال کردی فیلم تو این شهر جنگ زده همینجوری میانی تو خیابون؟ برو 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 Elena, stay for picture. Next go for camera, huh? Elena, huh? Next go. Ah, can you see? This way is your yoke. And this way, which? And this which? Durbin. My God. هم اینجا هم توی تیز دو تا کوچه جلوتره و اصلا کلن توی این خیابونه زیاد کار داره. خیلی احتمالا یکی دو بار این اتفاق بیفته. با کشنان که قبلا اوکی کردیم و اومدیم به در واقع دوستان کنیاییمون نشون بدیم که برای هماهنگی اقدام بکنن. یکی از کمپ ها رو ما تو همون فضای خالی دم قلعه که دیدین اونجا میگیریم. ساحل مومباسا و خب یه مقداری شباهتایی داره با ساحل موگادیشو. برای همین ما اینجا رو انتخاب کردیم. این که در واقع یکی از اردوگاهامونه که به اصطلاح توی فیلمنامه هست و قحطی زده های سومالی توش زندگی میکنه. تونسته باشیم که اون در واقع فضاها رو تا جایی که امکان داره درست به وجود بیاریم. الان نمونه کامل شده شد. اون کامل شده شد؟ ولی یه خورده فکر کنم رنگ های تونتر از بیشتر باید بیم از برای همین برداشم. قرمز و اینا نمار رو اینجا کی میمونه؟ سه تا نگهبان داریم اینجا. نگهبان ها اینجا محفوظ هست. سه تا نگهبان هست. صد گذاشت بابت این که اینجا لوکیشن موگادیشوه، این دریا ساحل موگادیشوه، این کفرها هم کفرهایی که تو ساحل موگادیشو زدن. بله بله. حالا اگر ما یه خورده بیایم این برتر این درخت ها رو داشته باشیم با این چادره، بکنم که خیلی از این چیزای جغرافیا مون که باید درست باشه از موگادیشو در میاد. چادره کدوم چادره؟ چادر هلال احمر رو میذاریم اینجا تو این بک‌گراند. بعد خود خانم کرامتی رو میفرستیم تو اینو داره عکاسی میکنه. خیلی خوب. و این نگاه ها این اتفاقات اینجا میفته. اون در حال جراحی، این در حال عکاسی است. دوربین! اکشن! کات! یک روز فیلمبرداری رو شروع کردیم، خودمون رو به پلیس معرفی کردیم. صبح روز همه گفتن، پلیس گفت همه چی اوکی، مشکلی نیست، شما میتونید کار کنید. و شب همون روز اومدن و اعلام کردن که شما باید سریعا شهر رو ترک بکنید. الان میگن از اتاقاتون بیرون نیاید. حتا این ها از اتاقا بسته. دو تا پلیس دم درش، دو تا پلیس امشب دادن بود. بسیار زود باید اینجا رو پلیس یه پلیس از اینجا یکی از این بچهای الشباب رو زیر کرده با موتور. باشه پلیس داشت فرار می‌کرد. پلیس فرار کرده بود. ما اسلحه دنبالش. ما امروز صبح رفتیم اداره پلیس خوب خوش با پژمان خندان برگشتیم. آ اینطور آ سکیوریتی رو فلان کنیم بعد از اون اصلا ببین همه چی عالی. بعد یهو 5 بعد از اون همه چی دگرگون شد. بریم
از این منطقه خطر خارج شید. هیچ لوکیشنی این ویژگی و این خاصیت رو نداره. جایی بی آب و علف پیدا نکنه این فیلم رو تو بگم دره میاد. ما اینو فقط میدونیم که هممون باید با هم جمع کنیم بریم به یه سمتی، به این سمت نه سمت نه خروج از این شهر، از این بحران. هممون برامون میدونیم احتیاج به گفتن نیست که فیلم اهمیت داره. هممون هم دلمون میخواد فیلمی بازی کنیم که زحمتی که کشیدیم پا شدیم اومدیم اینجا نتیجه بده و دیده بشه. ولی یک موضوعی هست، کوچکترین خونی از دماغ تک تک بچه های این پروژه بیاد پایین، هیچ کدوممون جوابگو نیستیم و دیگه اصلا فیلم ارزش نداره. مسئول امنیتی اینجا داره هشدار میده الان یه اتفاقی هست. برگردیم نایروبی این بچه آدم بریم یک جایی، شرایط چه الان ببینیم از اینجا که دیگه بدتر که نمیشه دیگه، یا اصلا از اینجا بهتر نباشه، همینجا باشیم زندگیمون رو بکنیم تو نایروبی تا آب از آسیاب بیفته، گروه مستقر بشه اونجا، اون تیم عملیاتی که باید ترک کنه شروع کنه به گشتن. بحث ترسش هم نیست، واقعا میشه 3-4 روز رفت بیرون، 2 روز رفت بیرون و برگشت و کار کرد و نترسید و بعدم قصر در بریم. مطمئن هستم اتفاقی نمیفته، اما واقعا اگر اتفاقی بیفته چی؟ چه اتفاقی میفته اگه مثلا بریم توی قشم یا کیش؟ آدم های سیاهی که اونجا هستن به عنوان یک آپشن میگم. باست نمیدونم چرا حرفا زدیم شده تو نمیگی چرا راحت ندارم. خب من دارم وایسادم بیرون، میخوام راحت خوب پیدا کنم. دوست داری که تحملش کنیم بریم برگردیم آبا که از آسیاب افتاد این ریسک رو به جون بخریم که این کار در بیاد؟ باز ریسک. همه میخوان فیلم رو بسازیم، همه هم فیلم خوب دوست داریم. به هر حال صحنه آرایی و صحنه پردازی کاملا جز لایفک فیلم خوبه. اون میخواد اون فیلمو دراره. ولی حقیقتا تو دوست داری بری تهران؟ بریم تهران آیا؟ یا این ریسکو میتونی بپذیری؟ پلیس بیاد بگه امنیت شما رو تضمین میکنیم برمیگردیم؟ نه. چون الان ما اینجایی که هستیم یه رو بعد از ما الشبابه. پس شانس آوردیم تا همین الان زندگی. من یه آپشن دیگه دارم خارج از آپیرای شما، خارج از خانم بویی، اینه که این شهر نزدیک اینجا که 150 کیلومتر فاصله داره، موینگی این نشنال پارک هم داره. بله همینو میخواستم بگم، اینجا سافاری هتل داره، لوژ داره، همینجا میمونه دیگه. ما فردا بریم اونجا مستقر شیم، گشتامون رو ما چون نزدیکه میزنیم، اگر دیدیم نه به نتیجه رسیدیم روز بعدش بیرون. دلیل هممرزی این مقدقه که هستیم با مرز سومالی و درگیری هایی که اونجا اتفاق افتاده، ما مجبور کردن که ما اون شهر و شهر گاریزا رو ترک کنیم، 200 کیلومتر فاصله بگیریم بیاییم دورتر و منتظر باشیم که از پایتخت تمام کنن که ما بتونیم ادامه مسیر بگیریم. اگر اجازه رو ندن ما باید دوباره برگردیم بریم نایروبی، اگر نه که امشب همینجا میمونیم. اینجا هم منطقه به اسم موینگی حدود 200 کیلومتر با اون شهری که دیشب ما بودیم دو مرز سومالی فاصله داره. یه مانو بگیری کفره رو متعهد تو داری بودی. آقای مدرد
چی کار داری میکنی؟ اینجا که کمپ ما نیست، بیا بریم. ولی ماجرا اینه که ما تمومش کردن به این معناست که آقا یه اقامتگاه که اون لوکیشن ها در اطرافش باشه، یعنی هواپیما رو میسر کنیم بیاد اونجا، تمومش کنیم، تمومش کنیم. ببین ما تمام تلاشمون رو میکنیم. ببین نگاه کنین آقا، دو ماه شده ولی این فیلم نه نگاه کن، دو ماه شده، من هیچ اعتراضی ندارم، ولی دو ماه شده این قضیه، خسته هم شدم آمه جان، باید اتفاقا رو یه جا متمرکزش کنیم. بیشتر از همتون من انرژیم رفته واقعا دیگه، اصلا میگم خدا که زودتر میشه رفته. ولی یه چیز دیگه هم هواپیما، حالا خانم تلاش بکنه هواپیما رو بیاره اونجا، ولی ما مشکلمون یکی دو تا که نیست، ما یه هلیکوپتر هم میخواییم. ما باید از 4 ساعتی اینجا یه هلیکوپتری هواپیما بیاریم که جفتش اینا سوخت میخوان. 100 میلیون تومان 40000 دلار میشه. اون سکانس برای یک روز 40000 دلار برات میشه. تو یک روز مثلا نمیشه. ما یک روز مثلا بریم 120 میلیون، 60 تومان دیگه دلار داره میره بالا. علی گفتی که فقط ساکا بسته باشه، جمع و جور باشن که دیگه وقت پس از مدتی فیلم برداری در شهر مونگی با رایزنی هایی که از طرف با کمکی که از طرف سفارت ایران هم شد، از استانداری گاریسا و اداره پلیس و امنیت اونجا اعلام کردن که شهر برای شما اوکیه، آماده است و شما میتونید برگردید. مشغول کار کرده. بعد آقای مظفر توی فلان بعدی میاد، بعد ما میریم این بالا. حرکت! کات! خب دروسه باشه میاد هم مرسی. بهم فقط ما دیده بشیم دیگه، همین تو به چرخون به ما بی این که میبینی ما بده من چرا الان هم اشرف حمله اسیری الان اسیرش اشرف استیج من بگم ما رو به زور آوردن چی شده الان دوچار هایجک شدیم، ماشینمون خراب شده وسط بیابونای برا. خانم ها بشینن توی ماشین با اون کسایی که استرالیان پلیسا بشینن توی اتوبوس در مرحله جابجایی از منطقه گاریسا به نایروبی مجبور شدیم که دوباره تغییر مکان بدیم به دلایل امنیتی، شرایط نامناسب واسه کار تو این شهر، اوضاع شهر یکم به هم ریخته است، فضای کار در واقع فضای مناسبی نیست برای کار، به خاطر امنیت بچه‌ها مجبور شدیم دوباره تغییر مکان بدیم. اون شهر نزدیک مرز سومالی الشباب به شدت توش فعالیت‌های تروریستی داره، علارغم این همه این حرفا به ما اجازه داده میشه که بریم در یک هتل امن با محافظین زیاد فیلم برداری کنیم. تو دو تا پارت ما وارد میشیم به اون شهر و هر دوبار پلیس امنیت اون منطقه ما رو در واقع عملا بیرون میکنه از اون شهر. البته شب قبلش هم اتفاقی که افتاد، دو نفر از پلیسای منطقه رو نزدیک هتل ما که هتل آلمان بود کشته بودن تایی عملیات تروریستی. با تمام تلاشی که ما کردیم توی گاریسا به دلیل وجود لوکیشن های خیلی شبیه تر به سومالی کار فیلمبرداری رو ادامه بدیم، اما متاسفانه محقق نشد و تلاش ما هم به جایی نرسید. اینجا یکی از مدرن‌ترین هتل‌های این منطقه است. فکر می‌کنم گروه ما این منطقه رو کشف کرده، احتمالاً به نام گروه فیلمبرداری فرزند چهارم ثبت میشه اینجا. اینجا یه پارک چیزه دیگه، پارک ملیشونه و حیوانات دیگه، حیوانات آفریقایی، زرافه و فیل و فلان اینها سوار میشن، توریست ها از بالا میبینن، با ماشین هم میتونن از کنارشون عبور کنن. چهار بگم اشکال داره؟ 400 400 خوبه. 1 2 3 4 جدیت کارگردان در این که اونی که نوشته تو سناریو حتما در ساخت اجرا بشه داره اجرا میشه. کلپ
علامت چیه؟ بهش گفتی؟ آقا این پلیسی دار کسی بهت گفت با این چه جوری هماهنگ کن؟ به شما گفتن که کی بگو حرکت کنن؟ فیلم 8 میلیمتری هم نیست به امام حسین. صد تو پلان دیگه بخوام بگیریم. متاسفانه من پام تین دویدن گیر کرد، با بچه خوردم زمین. تمام تلاشمو کردم که موقع پایین اومدن با بدنم رو بچه نیام، با زانو و صورت اومدم پایین و اصلا نمیتونستم، حتی پاشم، زانوام جون نداشت که پاشم و نگاه کنم تا وقتی که بچه ها برم گفتن که این بچه سالمه. بیا بیا برو تو هم فرما برو مرسی مرسی آمه خیلی خوب بود بریم تکرار کنم. امروز روزیه که من کشته میشم. مرگ من در این فیلم مرگ من نیست، یک تولد دیگری به دنبال داره. من در داستان این فیلم رو خیلی دوست دارم. دوربین حرکت، حالا دیدو که مهتاب دویده، حداقل یک نفر از ما سه نفر نجات پیدا، چهار نفر نجات پیدا کرده و حالا دوباره شدیم چهار نفر و اینجوری باید این تو قرار نبود بیای. من اینو می آوردم می اومدم اینو بر می گردون. محسود اینو شما اینو بگیر، برو We can't have someone sit in the back. Okay, that's bottom line. میگه یه دونه صندلی دیگه است. میگه به تعداد این صندلی کلا میتونیم آدم بذاریم. رضوان تو بشینیم و رکوردر ویدئومون هم خراب شده بود، تصمیم گرفتیم که خود وحید بشینه که دقیقا بدونه که چه چیزی داره ضبط میشه. وحید نشست و من کنار خلبان نشستم حقیقت هدایت کنم که حالا فاصله رو چقدر باشه و ارتفاعمون، شکل گرفتنمون رو به هر حال از اون بار هدایت کنم. داریم اون تمام شد، گفتن برمیگردیم فرودگاه.
بعد اونا زدن جلو که بیان چون سرعتشون بیشتر. من دیدم که ویل میگه که هواپیما تصادف داشته. نمیشنیدم، کامل باورم نمیشه. حامد گفت یه جوری بپرس با یه سنو جواب داد. پرسیدم گفت آره. تم که یعنی خطرناکه. گفت خیلی خیلی دوره. کجا باید بریم؟ نمیدونم. خیلی دوره. دیگه قراره جبله ای سرمون بیاد. دیگه قراره چی بشه؟ همایون، علی محمد، موسایان، خلبان. We look around the mountain and you saw nothing. No, it's not crashed. Shall we take them from there in the helicopter to here? گشتیم دود نبود، هیچی نبود. گشتیم هی اومد پایین تر. آخرم دیگه هواپیما رو دیدیم. هواپیما سالمه ولی گیر رفته توی درخت. روی درخت واسده مثلا نوکش رفته تو ولی لای بالش گیر کرده. هوا سقوط کرد، ما افتادیم. من خوشبخت داره کسی چیزش نشده. خوب آمده، همه چیز خوبه. اوکی گو اپ. یه خلبان دیگه بود. این چجوری این افتاد توی درخت و نشست؟ دوربین سالمه، چیزی چه شده بچه ها؟ هیچ چیز نشده؟ نگاتیو باشی گرفتیم؟ همیشه هست، هر سه حلقه بود دیگه. شانس آوردی منفجر نشد. الان بچه ها فهمیدن نفهمیدن هنوز. اون الان سکته میکنم این چیزه. هم شکسته فکر کنم. جدی میگی؟ چیزی از پم زده بیرون. ببینم. پیدا مو کردم، خوشبختانه. من دیشب خواب دیده بودم. چطوری میگی؟ خدا شاهده من خواب دیدم. خواب دیدم پشتمون افتادم پایین. خیلی خوب فرود اومد. ملخ هواپیما ایستاد. خلبان گفت We find the problem in engine. توی موتور هواپیما ما مشکلی پیدا کردیم. خیلی صبور. شیرجه زد به زمین، شاید خیلی طول نکشید. شاید همه این ماجرا 7-8 ثانیه بود. دیگه فقط گفت محکم بشینید و بچسبید به صندلی ها. هواپیما سقوط کرد. فکر میکنم اتفاقی که افتادیم بود که روی چند تا درخت سر بخوریم به شاخه های درخت ها. یعنی این آخرین درختی که ما اومدیم یه همچین حالتی رو ما تقریبا میتونم بگم ما از زیر شاخه ها دو از بالای شاخه ها رد کردیم دو سه تا رو و زیر آخرین درخت به این شکل ما سر خوردیم و توی شاخه هاش فرود اومدیم. بچه بچه من بگو وسط تو هلیکوپتر. بچه من رو بسته بودم، حس کردم که گیرم نمیتونم در برم. اون موقع خیلی وحشت کردم، ترسیدم که الان جزاله میشه. داشت بنزین میرم شد پشون دست داده مهمی فرداش آنش بعد علی محمد دیروز بودونم بودین گرفتین یا نه. یه لحظه به کوره نگاه میکنه حالش بد میشه. لطف خدا شامل حال هممون شد.
من شایسته رو خوردم. اکشن رو میگم بچه دوربین اکشن اتاک. مسعود افتخار همون راستش اینه که سینما موجود با اهمیتیه. ساکت. بازیگری پدیده کم ارزشی نیست اگر که پی به درونش ببری. تمام تلاشمو میکنم که سلب مسئولیت از خودم نکنم، کم فروشی نکنم. آشنایی با دو سه تا از همکارای کنیایی مثل نلسون خیلی شادم. خیلی ما با اینا خندیدیم. توپولی آرمی ایسه کوفته کوفته توپولی. این که انسان باید موجود خوبی باشه و به هموطناش و همنوعانش کمک کنه، خب این خیلی مهمه. ولی فکر میکنم که اهمیت یه دیزی خوب خوردن با یک روحیه خوب کمتر از این نیست. آدمیزاد باید شاد باشه. بله گره و جمبو سپات کس و توله سپات کس و توله گایجو فشار وانت داریم. کمک هایی که از ایران آورده هلال احمر قراره که ماشین شیر خشک منفجر بشه. کات کات یه نفهم به علی اومد پایین انفجار بود؟ می افتادم بعد یه ذره بعد افتادم چونم خورد به زمین شکاف فرداش ها نمیدونم بخیه میخواد نمیخواد. بعد از اینکه اقدام کردیم برای گرفتن اسلحه هایی که لازم داریم برای فیلم برداری، من رفتم تو اداره در واقع پلیس اونجا. اون آقایی که حالا احتمالا خوشش از ما نمیاد یا هر چیز دیگه ای به من میگه که نه من به شما اسلحه نمیدم. میگم وقت چرا اسلحه نمیدی؟ میگه که شما رفتین گاریسا. میگم خب ما که همینجوری نرفتیم گاریسا، یه کاغذ شما دادین دست ما، تو اون کاغذ نوشته شده ما اجازه داریم به این مناطق بریم. یعنی چی که اسلحه نمیدم؟ میگه همینجوری حال نمیکنم اسلحه بدم. این بچه‌ها که بازی میکنم میگه من موچم، من دیگه بازی نمیکنم. شما فکر کنید که این پروسه یه چیزی حدود 2 هفته زمان برد از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه کنیا و حالا کلیه ماجراهای زیربط تا به نتیجه رسید. تمام تلاشم رو میکنم که به اون آنچه که روی پرده منعکس میشه فکر بکنم، فارغ از اون که این چقدر پول باید بابتش خرج بشه یا نه. البته که باید حتما اقتصادی هم باشه. سلام. بسید این مصاحبه هم بل نمی کنیم. آره، برای اینکه احتمالا امروز روز آخر فیلم برداری اگه خدا بخواد. انشالله. و 1000 تا پرداختی داریم. نگو که پول میخواد. 1, 2, 3, 4, 5 اینم 5 دیگه هم میرم که بعد نگو بگی فیلم. پس صبر کن. ببخش آقای توکلی. خوشحالم که این سفر از دست ندادم و این پروژه رو اومدم که بتونم تجربه اومدن با آفریقا رو داشته باشم. هیجان و یه مقدار وحشت. ما خنده، شادی، غم، قصه، سقوط، اشک، لبخند، همه چی تو این سفر داشتیم. یه تجربه جدید تو کنیا. ما توی لوکیشن های خاصی کار میکردیم، با مردمان خاصی و با گروه خاصی. تو این فضاها بتونیم یه کار مناسب و ایرانی ها رو قبلا از طریق مدیا و رسانه های خارجی میشناختن به عنوان آدم هایی که همیشه میخوان بجنگن و کلن
وجهه بدی داشتن، یه دید بدی از ایرانی ها داشتن. اما از وقتی که باشون توی مدت کوتاه آشنا شدم متوجه شدم که ایرانی ها آدم های دوست داشتنی، خیلی سخت‌کوش و آدم هایی هستن که کلن متفاوتن از اون چیزی که رسانه های خارجی نشون میدن و خیلی خوشحالن از کار کردن با ایرانی ها. میگن که چیز نمیدونستن ولی خب الان میدونن که واقعا صنعت قوی و جدی داره سینمای ایران. به جز باجه سینما اومدم این ور سینما، اومدم پشت دوربین. اولین بارمه ولی کار سینما کار خیلی سخت و حساس و داره استفاده نکنی. ساده با چشمانی معصوم تمام سعیشونو کردن که ما به اون هدف فیلممون برسیم. کشوری بود که روی حرفشون نمیتونستیم رو حرف آدماشون حساب باز بکنیم. خیلی شوکه شده اولین بار که شنیده فیلم ایرانی اسکار گرفته. فکر کردم مثلا کلا اینا 63 تا فیلم تو طول تاریخش ساخته بوده، یه دونه هم اسکار گرفته. و طرز فکری که کاملا اشتباه داشت، ولی الان خب متوجه شده که اینجوری نیست. بله هست. قبلا راجع به ایرانی ها فکر میکرده، با چیزی که الان دیده کاملا متفاوته و باعث میشه که خیلی متشکر باشه و ازشون. کار کردن باشون خیلی راحته، همه در خدمت تیم هستن و دیگه هیچ نگرانی نداره. فرصت عالی پیش من اومده که تیم گروه فارابی فرصت گرفتم برای کار. البته زبان فارسی حدود 11 سال پیش تو ایران بودم، از تو حوزه علمیه قم یک سال آموزش زبان فارسی برای یاد گرفتن زبان فارسی یاد گرفتم در مدت یک سال. من حرفی برای گفتن ندارم. یه فیلم کار کردیم با همه شادی ها، ناکامی ها. البته استثنا تو این کار یک اتفاق خیلی خوب افتاد که من واقعا بهش گفتم معجزه، که همه در جریان هستیم. غیر از این هیچی برای گفتن ندارم. انشالله همیشه سلامت باشین. الان چیزی نزدیک به 2 ماه داریم مونتاژ میکنیم، تو مراحل آخر هستیم. یه بار فانکات کردیم، دوباره مجددا دارم بررسی میکنم ببینم باز میتونیم فیلمو کوتاه‌تر کنیم، جمع جورترش کنیم. و به نظر من یه فیلم خیلی تازه‌ایه تو سینمای ایران، فضاهای خیلی خوبی داره. خوشبختانه فکر میکنم که فیلم از آب در اومده و فکر میکنم حالا به بعد که باید کار صدا و موسیقی و اینا انجام بشه، اونا هم وقتی بیاد روش خیلی فیلم قوی تر میشه. کار در مرحله الان میکس افکت و دیالوگ و منتظر موسیقی اصلی هستیم تا انشالله کار میکس نهایی کنیم. فضاسازی یک کشور آفریقایی توی این فیلم، خصوص وقتی نیاز به صداهای استریو باشه برای دالبی، کار ساده ای نیست، ولی خب با استفاده از تجارب قبلی الحمدلله یک کار شسته رفته تمیز در اومد. دو سیب مول دو سیب کار میاد بیرون بعد فا به کار میاد. خب از چهار میزن قبل بریم باهاش بزنیم.